درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه دهم مرداد ما همراه ما باشید. وبسایت عصر ایران در گزارشی از محرومیت از کمبود تخت بیمارستانی برای مداوای بیماران در استان سیستان و بلوچستان، به ویژه برای جمعیت بلوچ این استان که در جنوب ساکن هستند خبر داده است. عصر ایران همچنین از اجبار شهروندان به سفرهای چند صد کیلومتری به استانهای مجاور و حتی پاکستان برای دریافت خدمات درمانی معمولی مانند دیدن دندانپزشک و انجام سونوگرافی خبر داده است. در پی ترکیدن خط لوله رینگ انتقال آب در مجاورت بلوک‌های در حال ساخت مسکن ملی کاشان و ورود آب به داخل آن که موجب خسارت زیاد شده، متقاضیان مسکن ملی صبح امروز در مقابل فرمانداری کاشان دست به تجمع اعتراضی زدند. 4 سال درگیر داستانی شدیم که نه راه پس داریم داخلش نه راه پیش. چه داستانی؟ 4 سال 1500 تا متقاضی پول دادن بابت و به امید خونه دار شدن. حالا بعد از 4 سال که پروژه هیچ پیشرفت آنچنانی نداشته، زیر 10% پیشرفت داشته و میگن 2 سال کار کارشناسی داریم انجام میدیم، تازه پروژه رو به روز آب برده. هنگاو گزارش داد پس از تجمع اهالی روستای آقدره در نزدیکی معدن طلای آقدره واقع در استان آذربایجان غربی در روز یکشنبه 8 مرداد که به حمله نیروهای انتظامی و عوامل سرکوب انجامید، عصر روز گذشته نیز سپاه پاسداران با لشکرکشی به این روستا که اهالی آن به استخدام نشدن مردم بومی منطقه در معدن طلای آقدره معترض بودند، ضمن ضرب و شتم آنان و مجروح نمودن بیش از 10 نفر، 50 نفر از اهالی را بازداشت کردند. شرایط نامناسب اقتصادی و نداشتن آینده‌ای مطمئن باعث شده است تا برخی از مردم برای تامین حداقل‌ها دست به فروش اعضای بدن خود بزنند و در این بین بالا رفتن قیمت دلار باعث رونق دلالی برای فروش دلاری اعضای بدن در کشورهای همسایه شده است. وبسایت گسترش نیوز در گزارشی نوشته دلالان و سودجویان کشورهای همسایه با معامله اعضای بدن ایرانیان درآمد ارزی به جیب میزنند و به تازگی شاهد آگهی‌های فروش چند عضو به صورت همزمان از سوی افرادی هستیم که عموماً سن کمی نیز دارند.